هی گایز ها امیدوارم که حالتون عالی باشه من مستر خوب خوب هستم و توی این ویدیو قراره راجع به ترانسفیوژن خون که اکثر شما درخواست داده بودید صحبت کنیم دوستان این مبحث دیگه محدود به پرستار، پزشک، ماما، بهیار و یا هر رشته کادر درمانی دیگه نیست و باید همه شما تسلط کافی بر این مبحث رو داشته باشید چرا چون این تزریق خون ترانسفیوژن خون در همه بخش‌ها در همه در واقع یونیت های کادر درمان ممکنه اتفاق بیفته چه تو اتاق عمل باشید چه توی اورژانس باشید چه توی بخش داخلی باشید چه توی بخش سی سی و یا آی سی باشید توی هر بخشی که باشید احتمال این وجود داره که شما باید یک پکسل رو تزریق کنید. پس باید پروتکل ها رو رعایت بکنید. پروتکل ها هم در سطح جهان هستش و باید حتما شما به دقت این پروتکل ها رو رعایت بکنید که عوارض و اشتباهات به حداقل برسه و به صفر برسه و بتونید بیمار رو منیج بکنید. و اگر خدایی نکرده بیمار دچار عوارض و یا ریاکشن بشه، بدونید باید چه کار بکنید و پروتکل ها چی هستش. پس اگر میخواهید سلطان تزریق خون و یا ترانسفیوژن خون باشید کافیه این ویدیو رو تا آخر با من همراهی کنید Let's do this guy خب دوستان ترانسفیوژن خون دوستان شاید بگید اصلا برای چی خون رو تزریق میکنیم باید مستر پسندانه بریم جلو و از پایه و بیس باید بدونیم ماجرا چیه دوستان ببینید خون چیزیه که مواد غذایی و از همه مهمتر اکسیژن رو به مغز به قلب و به همه اندام میرسونه اگر بیمار دچار حالا خون ریزی حاد باشه مثلا تیر خورده باشه مثلا تصادف کرده باشه یکی از عروقش پاره شده باشه و خون از بدنش خارج بشه اون وقت چه چیزی اکسیژن رو به اندام مهمی مثل مغز و قلب میرسونه هیچی این خون از دست رفته باید جایگزین بشه دوستان و جایگزینی مایعات کفایت نمیکنه حتما باید خون جایگزین بشه که اکسیژن بتونه خودش رو منتقل بکنه و بره به اندام مهم برسه دوستان خب این خونریزی ممکنه حاد باشه ممکنه مزمن باشه ممکنه به علت بیماری زمینی مثل تالاسمی باشه مثل سایکل سل باشه همه اینا اتفاق میفته مهم اینه که ما اینجا نقص هموگلوبین و یا خون رو داریم که باید خون تزریق بشه طبق پروتکل جهانی دوستان برای تزریق خون که حالا یا آنمی مزمن بوده یا خونریزی اچ بی باید بین 7 الی 8 باشه یعنی یا کمتر از این مثلا معمولا بالای 8 رو خون تزریق نمیکنن چرا که خطرات تزریق خون واقعا بالا هستش و این ریسک رو نمیگیرن که اونایی که بالای 8 هستن رو براشون خون تزریق بکنن پس این رو دقت کنید به جز اینکه موارد حاد باشن مثلا طرف تیر خورده و یا طرف اه اه تصادف کرده که داره همینطور خون ریزی میکنه مثلا از چارده رسیده به هشت و ما میدونیم اگر خون تزریق نکنه ممکنه تا پنج یا ده دقیقه دیگه این 8 بشه چار و باید خون تزریق بشه این تفاوت داره ما در مورد این صحبت میکنیم که فرد حالا اگر بین هفت الا 8 و یا کمتر باشه گرم بر هموگلوبین و یا اچ رو میگیم اینجا باید خون تزریق بشه دوستان حالا شما به عنوان پرستار باید آی لاین هایی با شماره 18 و یا 16 و یا حتی بزرگتر رو برای بیمار فیکس بکنید حالا چرا باید این کارو بکنید چرا این آی لاین های بزرگ شما در واقع انتخاب میکنید دوستان چون تزریق خون خون یک ماده در واقع رقیق نیست که شما بتونی از یک آیوی لاین سایز کوچیک بدی ممکنه یهو کلت بشه و لخته بشه و تزریق خون به تاخیر بیفته و همین تاخیر باعث آلوده شدن پکسل بشه و در نتیجه بیمار دچار سپسیسمی بشه پس اینا حواستون باشه حتما از آیوی لاین بزرگ استفاده بشه و این خیلی مهمه دوستان حواستون باشه که تا جایی که میتونید دو تا آی لاین داشته باشید چرا که ممکنه یه دونه از آی لاین ها دچار مشکل بشه و باید از دومی استفاده کنید و یا ممکنه بیمار تحت در واقع انفوزیون خون باشه و ریاکشن نشون داده باشه و شما نیاز دارید که یه سری مدیکیشن ها رو بهشون بدید و باید از یک آی لاین دیگه استفاده بکنید و این خیلی مهمه پس حتما بیمار دو تا آی لاین داشته باشه دوستان آزمایشات مثل CBC, بی سی دیف بی جی بی و کراسمچ رو برای آزمایشگاه بفرستید دوستان دوستان بی جی یا همون بلاد گروپ ارهاش بلاد گروپ که در واقع ای او هستش حالا بیمار ممکنه گروه خونیش ای باشه یا بی باشه یا آی باشه و یا او باشه ارهاش یا در واقع آر اچ ما یعنی مثبت منفی بودن گروه خونی رو معیم میکنه که این هم یک به اندازه خود گروه خونی خیلی مهم هستش و حتما باید چک بشه دوستان علاوه بر اینها شما باید سی بی سی رو بفرستید که بدونید اچ بی بیمار چقدر هستش و غیر از اینها شما باید بیو اینکرات رو بفرستید حالا چرا بیو انکرات دوستان شما باید عملکرد کلیه بیمار رو آگاه باشید که در هنگام تزریق خون یهویی کلیه نارسان نشه پس اگر بیو اینکراتش بالا باشه شما باید مثلا در حین تزریق خون به بیمار داروی لازیکس رو طبق دستور پزشک ببینید که من بعدا بهتون خواهم گفت چطوری باید این کار انجام بشه پس آزمایش ها حتما فرستاده بشه اما مهمترین کاری که برای تزریق خون باید انجام بشه در واقع پر،, پر کردن فرمها و انجام کارهای اقدامات اداری هستش که قبل از تزریق خون باید انجام بشه و اینها خیلی مهمن چون همین اقدامات و فرمها باعث میشه که اشتباه وس کردن کیسه خون و اشتباه در واقع تزریق کردن این خون به بیمار و بعدش ایجاد مرگ حتی برای بیمار به حداقل و یا صفر برسه دوستان و این خیلی مهمه پس اینها رو جدی بگیرید اولین کاری که برای تزریق خون شما به عنوان یک پرستار باید انجام بدید چک دستور پزشک هستش که باید به صورت نوشتاری بر روی اردر برگ اردر پزشک نوشته شده باشه شما هیچ وقت اقدام به تزریق خون نکنید که دستور پزشک به صورت شفاهی داده شده باشه خیر حالا اگر دستور پزشک رو با تلفن شما گرفته باشید حتما اون دستور طبق پروتکلی که من قبلا به شما گفته بودم باید دو پرستار این در واقع دستور رو امضا بکنن باید دو پرستار سه بار دستور رو برای پزشک تکرار کنن و تاییدیه دستور رو بگیرن و با هم اون دستور رو در اردر پزشک بنویسن و بعد اقدام بکنن دوستان پس حتما حواستون باشه حتما دستور پزشک باید به صورت کتبی باشه و این خیلی خیلی مهم هستش دوستان دو بعد از اینکه دستور پزشک رو چک کردید ارسال آزمایشات باید انجام بگیره که گفتم آزمایشات باید CBC, BGR هاش و بیو انکرات حتما باید ارسال بشه دوستان و یک نکته خیلی مهم قبل از در واقع آماده شدن جواب آزمایشات و قبل از زمیمه کردن اون جواب آزمایشات به پرونده بیمار هیچ وقت اقدام به تزریق خون نکنید دوستان این نکته رو توی ذهنتون قرار سه فرم درخواست دوستان یه سری از فرم های سبزرنگ هستش که فرم درخواست خون نامیده میشه که ممکنه توی بیمارستان های مختلف متفاوت باشه اما فرم کشوریش به صورت سبزرنگ که در این تصویر میبینین این فرم رو باید پرستاری که مسئول خود بیماره پر بکنه و همچنین مهر پزشک باید باشه توی این فرم سابقه بیمار اینکه مثلا در سه ماه گذشته خون دریافت کرده مشکل بیمار چی هستش خونریزی مزمنه و یا خونریزی حاد هست آزمایشاتی که برای در واقع بیمار لازم هستش رو حتما باید توی این فرم بنویسید و بعدش یک تیک خیلی مهمی هستش به نام اینکه این در واقع خون رو برای رزرو میخواد یعنی این خون رو به صورت ذخیره میخواد که بعد اگر بیمار بد شد بهش تزریق کنید و یا خون رو برای تزریق الان میخواید آماده شدن جهت تزریق یا اگر میخواید الان خون رو تزریق کنید که باید اون آماده شدن جهت تزریق رو تیک بزنید اگر میخواید خون ذخیره باشه اگر اتفاق برای بیمار بیفته و بعد نیاز باشه در واقع باید رزرو خون رو تزریق کنید که این بستگی به دستور پزشک باشه که روشته باشه رزرو خون و یا انفوزیون خون این دوتا با هم متفاوتن دوستان علاوه بر اینها باید مشخصات بیمار رو هم شماره ملی هم در واقع اسم و فامی نام پدر همه مشخصات و حتی شماره پرونده رو به دقت در این فرم وارد کنید دوستان بعد از اینکه این فرم رو پر کردید این فرم رو برای آسمایشگاه میفرستید دوستان اما رضایت تزریق یکی از مهمترین کارهایی که باید شما به با عنوان پرستار انجام بدید اخذ رضایت از خود بیمار اگر هوشیار باشه از همراه درجه یک بیمار فامیل درجه که حالا برادرش باشه پدر بیمار باشه فرزنده بزرگ بیمار باشه حتما باید رضایت تزریق خون اخذ بشه و زمینه پرونده بشه چرا که این اقدامی یک اقدام خطرناک و ریسک داری هستش و حتما باید با رضایت بیمار و همراه بیمار انجام بشه دوزن. و تمامی خطرات به این افراد اعلام باید بشه بعدش اینکه باید برید هیستوری بیمار رو بگیرید باید برید به بیمار بگید آقا سابقه تزریق خون داشتیم اگر سابقه داشتی ممکنه چه ریاکشنایی برای تو پیش اومده آیا هنگام تزریق خارش تب سرفه تنگ نفس پیدا کردی قبلا و مشکلات قلبی کلیوی دیابت چه چیزی رو داشتی باید حتما هیستوری بیمار به صورت کامل و حرفه‌ای حتما توی ویدیوی براتون درست میگم یعنی چطوری بتونید یک هیستوری در واقع حرفه‌ای به عنوان یک پرستار از بیمار بگیرید دوستان این رو حتما براتون تهیه خواهم کرد اما پس برای افرادی که نیاز به تزریق خون دارند باید حتما یک هیستوری خیلی واضح از این افراد بگیرید و توی گزارش پرستاریتون قید بکنید دوستان اطلاع به آزمایشگاه حتما به آزمایشگاه اطلاع بدید که این آزمایشات رو برای تزریق خون بخواید که آزمایشگاه با دقت بیشتری این آزمایشات رو انجام بده و با سرعت بیشتری این کار صورت بگیره و این خیلی مهم هستش دوستان در صورت آماده شدن اطلاع به آزمایشگاه دوستان وقتی که شما میخواید خون رو تزریق بکنید سریعاً به آزمایشگاه زنگ نزنید که خون رو بیارید و خون همینطور اونجا بمونه و هنوز بیمار آماده نشده ببینید بیمار رو کاملا آماده بکنید و آی وی بیمار فیکس باشه تمام کارهای بیمار فیکس باشه بیمار مانیتور باشه ترالی اورژانس بر بالین بیمار باشه و همه این کارها رو انجام بدید و بعد در واقع بری سراغ زنگ زدن به آزمایشگاه که خون رو دریافت بکنید چرا؟ چون وقتی که خون دوستان وارد بخش خودتون میشه فقط 20 الا 30 دقیقه شما مهلت دارید که خون یه مقدار دماش بیاد بالاتر و تزریقش کنید اگر از 20 الی 30 دقیقه بگذره دیگه اینجا احتمال این وجود داره که خون حتی لیز بشه حتی باکتری وارد خون بشه و همه اینها وجود داره دوستان پس اینو حواستون باشه که وقتی که آماده شدید زنگ بزنید آزمایش که خون رو بیارن چون فقط 20 الی دقیقه بعد از اون مهلت داره که خون رو انفوزیون کنید حالا جهت گرم شدن قبلا یه پرتکلی وجود داشت که خون رو گرم میکردن حالا خیلی کارا میکنن که اصلا درست نیست دوستان و باعث لیز شدن خون میشه اینو دقت بکنید ولی حتما خون باید به دمای مناسب برسه و خون سرد به هیچ وجه نباید به بیمار انفوزیون بشه چون باعث هایپوترمی و حتی کشندگی میشه اینو دقت بکنید همترین قسمت این ویدیو یعنی مراحل تزریق خون اولین مرحله تزریق خون دوستان چک پکسل هست یعنی شما باید به با عنوان یک پرستار پکسل و یا همون بگ خونی رو چک بکنید حالا از چه نظر از نظر آیدی دوستان آیدی یعنی چی یعنی مشخصات پکسل یک برچسبی بر روی پکسل هستش دوستان که بر روی این برچسب مشخصات گروه خونی، تاریخ انقضای پکسل، مشخصات در واقع اون کد پکسل، آیدی پکسل بر روی اون برچسبی که روی پکسله نوشته شده حالا علاوه بر این همراه با پکسل خود آزمایشگاه بهتون فرم های کنترل تزریق خون که سه تا فرم رن رو براتون می‌فرسته که توی این فرم مشخصاتی که بر روی پکسل روی اون فرم هم نوشته شده که شما باید یک پرستار شاهد دیگه مشخصاتی که بر روی خود این فرم های کنترل تزریق خون و مشخصاتی که بر روی پکسل هستن و مشخصاتی که بر روی پرونده بیمار و آزمایشات بیمار هستن رو دوتایی با هم به چک بکنید دوستان از نظر ID یا همون شناسه که بر روی که در واقع به صورت عددهای چند رقمی هستند و از نظر بلاد گروپ و یا گروه خونی و از نظر تاریخ انقضا حتما هر سه باید با هم در واقع تطبیق و با هم منطبق باشن حتی یک عدد اینور و اونور و یا یک حرف اینور و اونور باشه شما باید به آزمایشگاه اطلاع بدید پکسل رو پس بدید که این خطا تصیح بشه و بعدش دوباره اقدام بکنید حتی اگر یک حرف کم و بیش شده باشه و این میتونه کشنده باشه دقت بکنید دوستان به پس سه تا چیز رو با هم چک میکنی با کمک یک پرستار دیگه اصلا خودتون تنها این کار رو نکنید چون حتما باید پرستار شاهد مهر و امضاش بر روی اون فرم های چک پکسل باشه پس فرم چک پکسل مشخصاتی که روی اون فرم هستش همراه با خود پکسل که یک برچسب بر روی خود پکسل هستش مشخصات داره همراه با پرونده بیمار و آزمایشات بیمار این ستا رو باید با هم چک بکنید دوستان و این خیلی 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 مهم توسط دو پرستار اینجا هم براتون نوشتم توسط دو پرستار ببینید من چقدر تاکید کردم بر این مورد چون اکثر اشتباهات در اینجا اتفاق میفته و این پله اول خیلی مهمه خب قبل از تزریق خب حالا که فهمیدی که اوکی همه چی اوکیه و به دمای مناسب هم رسید تزریق پکسل جهت تزریق خون حالا قبل از تزریق خون باید وایتال ساین و یا در واقع علائم حیات بیمار قبل از تزریق خون گرفته بشه چرا این کارو میکنیم چون میخوایم یک در واقع وایتال سان پایه داشته باشیم از بیمار که اگر ما پکسل رو تزریق کنیم و ریاکشنی ایجاد شد ما تغییر این علائم رو بفهمیم یعنی ما یک علائمی داشته باشیم قبل از تزریق خون و بعد از تزریق خون اگر اتفاقی برای این علائم افتاده باشه ما بفهمیم که داره تغییر میکنه و به خاطر همینه که ما باید حتما قبل از تزریق خون این وایتالسان ها رو بگیریم و بنویسیم هم توی کنترل در واقع فرم کنترل پایش و هم توی گزارشمون بنویسیم و این خیلی مهمه اما میرسیم به قانون 15 مین و یا قانون 15 دقیقه دوستان یه قانونی هستش که به صورت جهانی رعایت میشه قانون 15 دقیقه تزریق خون شما باید توی 15 دقیقه اول تزریق خون با سرعت خیلی آهسته خون رو تزریق کنید و این سرعت باید چیزی حدود 2 سی سی بر دقیقه باشه پس دو سی سی یعنی هر دقیقه بیمار فقط دو سی سی خون دریافت بکنه و تا 15 دقیقه بیمار مانیتور باشه علائم حیاتی بیمار چک بشه و بر بالین بیمار باشید این خیلی خیلی مهم هستش چرا دوستان باید بر بالین چون ممکنه توی این 15 دقیقه بیمار ریاکشن بده و چون داریم توی 15 دقیقه چک میکنیم و هنوز مقدار خون زیادی وارد بیمار نشده عوارضی که بیمار ایجاد میکنه کمتره و میتونیم سریعتر به بیمار برسیم و حتی میتونیم بیمار رو سریعتر احیا بکنیم و یا سریعتر خون رو هولد بکنیم و از در واقع تزریق و یا ترانسفیوژن خونی تا تطابق نداره جلوگیری بکنیم خیلی سریعتر این کارو بکنیم و به خاطر همینه که 15 دقیقه اول پرستار باید بر بالین بیمار حضور داشته باشه مانیتور بشه بیمار ترالی اورژانس بر بالین بیمار باشه و علائم حیاتی به صورت مستمر گرفته بشه و تغییرات بیمار ثبت بشه دوستان این خیلی مهمه حواستون باشه حتما سرعت بین دو سی سی بر دقیقه و یا حتی پایین تر باشه این خیلی مهم هستش حالا وقتی که بیمار مشکلی نداشت بعدش بعد از 15 دقیقه میتونی سرعت تزریق خون بالاتر ببرید و حالا بهتون میگم چه علائم حیاتی چطوری خواهد بود پس دوستان چه علائم حیاتی اول 5 دقیقه اول و بعد از پنج دقیقه 15 دقیقه اول شما در این مدت بعد با بر بالین بیمار باشید و بعد از 15 دقیقه اگر هیچ مشکلی وجود نداشت بعدش سی دقیقه بعد میایید دوباره چک میکنید علائم حیاتی رو و ثبت فرم و گزارش نویسیتون میکنید و بعد هر یک ساعت دوستان و بعد از هر یک ساعت بعد از اتمام یک ساعت بعد از اتمام باید برای بیمار چک علائم حیاتی بکن چون ممکنه بیمار بگیر خون تموم بشه و یک ساعت بعدش دوچاره ریاکشن بشه این خیلی مهم هستش دوستان حواستون باشه که تزریق خون نباید بیشتر از دو الا چهار ساعت طول بکشه چرا اینو میگیم دوستان اگر بیشتر از این مدت طول بکشه احتمال رشد باکتری توی خون بالا میره و بیمار دچار در واقع عفونت خون و یا سپسیس میشه و این خیلی میتونه خطرناک باشه پس حواستون باشه بین دو الا چهار ساعت باید خون انفوزیون بشه حواستون باشه که بیمار مانیتور باشه از نظر قلبی ست خون چک بشه دوستان هر پکسلی که میخواید تزریق کنید یک ست خون براش باشه یعنی شما نمیتونید دو تا پکسل رو با یک ست خون تزریق کنید، چون ست خون به سرعت داخلش کلت میشه و برای فقط یک بار تزریق خون تهیه شده و حواستون باشه اگر تزریقتون بیشتر از 4 ساعت طول بکشه حتما باید پکسلتون رو ست پکسل رو عوض بکنین بعضی مواقع دیده میشه که پکسل به خوبی در واقع سرعت کافی رو نداره و این اصلا باعث آجیت شدن خود پرستار و حتی بیمار رو همراه بیمار میشه که اینجا باید حتما پکسل حتما باید ست پکسل عوض بشه که سرعت تصیف بشه و یا آی لاین عوض بشه و چک بشه این خیلی مهم هستش دوستان لازیکس ماجرای لازیکس چیه دوستان برای بعضی از بیماران که حالا ادم ریوی دارن نارسایی قلبی دارن نارسایی کلیوی دارن که نمیتونن این همه حجم رو حجم خونی که دارید بهشون بدین به رو تحمل کنن باید داروی لازیکس به اینا طبق دستور پزشک داده بشه مثلا میگن 80 میلی گرم لازیکس بین دو واحد پکسل تزریق بشه دوستان اینو یادتون باشه که هیچ وقت دو واحد پکسر رو همزمان تزریق نکنید حتما اول یک واحد رو تزریق میکنید اون واحد که تموم شد شما در این میان طبق دستور پزشک میتونید لازیکس رو تزریق بکنید و بعد از اون با چک که علایم حیاتی با استیبل شدن بیمار و استراحت دادن به بیمار واحد دوم رو شروع میکنید هیچ وقت دو واحد رو با هم تزریق نکنید دوستان هیچ وقت اینو دقت بکنید خب حالا بریم سراغ مهمترین قسمت دوستان ایجاد ریاکشن پرستارایی که فوبیای کادر درمان ایجاد ریاکشن هنگام تزریق خون هستش که واقعا ترسناکه و میتونه بیماری که سالمه و هیچیش نیست رو به یک دفعه بدحال کنه و حتی مرگ رو براش ایجاد بکنه دوستان بریم ببینیم این علائم ریاکشن چی هستن خب دوستان مهمترین علامت ریاکشن تب هستش که البته در بعضی از مواقع ممکنه این تب به صورت نرمال اتفاق بیفته چرا که مثلا بیمار قبلا خون گرفته آنتیبادی توی بدنش تولید شده الان با, گرفتن خون بعدی ممکنه تب خیلی کوچیکی که به خاطر التهاب ایجاد بکنه که این مهم نیست میتونید با در همزمان هم که داره خون تزریق میکنه با دادن آپوتل و یا استامینوفن این تب رو کنترل بکنید اما یک سری از تب ها به صورت ناگهانی رخ میدن و بالای 38 حتی 39 و 40 درجه میرسن و باعث ایجاد مرگ برای بیمار میشن و این یعنی reaction کمردرد بیمار میگه من کمردرد دارم و کمردرد شدیدی رو داره ذکر میکنه کمردرد غیر آدیی که بیمار داره از این کمردرد آجیته و بیقرار میشه این علامت رو خیلی دقت سردردی که ناگهانی بعد از تزریق خون شروع شده و این سردرد باعث شده که بیمار از نور بترسه باعث شده که اصلا نتونه ارتباط با ما برقرار کنه اینم خیلی مهمه لرز که معمولا در تزریق خون به صورت عادی وجود داره ولی به صورت نادر خیلی نادر ممکنه لرزهای بسیار شدیدی بیمار بده و حتی تبدیل به سیجر بشه و این رو دقت بکنید تهوع و استفراغ تهوع و استفراغ های بسیار مکرر و شدیدی که بعد از تزریق خون در واقع بیمار شروع به تهوع و استفراغ میکنه حالا اگر تهوع خیلی کمی باشه مشکلی نداره اما تهوع و استفراغ شدید علامت ریاکشن و بعدا باید این پروتکل رو انجام بدیم خارش دوستان خارش و ایجاد قرمزی بر روی دست ها بر روی سینه بر روی صورت میتونه علامت شروع شوک آنافیلاکسی باشه و حواستون به این باشه صرفه و تنگ نفس یکی از بدترین و کشنده ترین مواردی که ممکن اتفاق بیفته صرفه و تنگ نفسه دوستان حتما ساتوریشن و اس پی بیمارتون رو هنگامی که دارید خون رو تزریق میکنید چک بکنید چون ممکنه یهویی کلاپس را هوایی بده یهویی باعث ریاکشن در واقع آنافیلاکتیک شوک آنافیلاکتیک که من ویدیوشو گذاشتم برید چک بکنید ممکنه ایجاد بشه و بیمار از بین بره چون تنفسی و بعدش قلبی رو خواهد داد تاکی کاردی و تاکی پنه بیمار دچار تاکی کاردی میشه می ریت بیمار هفتاد 60 بوده بعد از تزریق شده 140 و این اصلا عادی و حتما داره بیمار ریکشن میده و یا تاکی پنه به خاطر اینکه بیمار ممکنه دچار اسیدوز و یا در واقع اتفاقات توی خون بیمار افتاده و روی بغض بیمار فشار داده که تاکی پنه شده پس این علائم در واقع خلاصه ریاکشنی که ممکنه بیمار نشون بده حتما یادتون باشه که این علائم رو قبل از تزریق خون به بیمار توضیح بدید چون ممکنه شما بر بالین بیمار نباشید و بیمار اینا رو حس بکنه ولی چون ندونه به شما نگه اما اگر بیمار آگاه باشه به صورت بهتون میگه که من سرفه و تنگ نفس دارم مشکلی پیش اومده و اینجا شما آگاه میشید که بیمار یه چه اتفاقی برای بیمار افتاده پس حتما به بیمار این آموزش رو بدید دوستان خب اما اگر این اتفاقات افتاد باید به با عنوان یک پرستار و به عنوان یک کادر درمان چه کار باید بکنید دوستان چه اقداماتی لازم هستش بریم ببینیم دوستان ببینید دوستان وقتی که این اتفاقات افتاد شما اولین کاری که به عنوان یک پرستار باید انجام بدید در واقع بستن آی لاین هستش یعنی باید ترانسفیوژن خون رو به سرعت قطع بکنید در صورت دیدن هر کدوم از اینا به اولین کاری که شما بکنید حتی توی تست های ارشد خیلی وقتا پرسیده شده اولین کاری که شما با ما یک پرستار با بکنید بستن راه ترانسفیوژن و قطع کردن ترانسفیوژن خون هستش دو عوض کردن آی لاین اگر آی لاین دوم داشته باشه این آی لاین رو بکش بیرون اون از اون آی لاین دوم استفاده کن و یا کلا اون ست سرم رو کلا عوض بکن تزریق نرمال سالین طبق دستور و پزشک میتونید به سرعت از متیکیشن استفاده کنید ولی اگر اصلا مهلت ندارید و بیمار داره از دست میره باید این کارها رو انجام بدید حواستون باشه بیمار حتما مانیتور باشه ترالی اورژانس بر بالین بیمار باشه به سرعت به پزشک در واقع اطلاع بدید اگر شما نمیرسید اطلاع بدید حتما به همکارتون بگید که اطلاع بده به سرعت برای بیمار نرمال سالین با یک ست سرم جدید تزریق بکنید دوستان میتونید در صورت ایجاد خارش و راش و تنگ نفس از 200 میلی گرم هیدروکورتیزون که به صورت دو آمپول هیدروکورتیزون که توی ترالی هم هستش که یک کورتیکوستروید هم هستش استفاده کنید برای جلوگیری از ایجاد کلاپس راه هوای عرصه تنفسی و جلوگیری از ایجاد که آنافیلاکسی هستش خیلی هاتون مستر چرا باید نورمارسالین تزریق بکنید دوستان نورمارسالین رو تزریق می‌کنیم که اگر چیزی حالا وجود داشته باشه تو اون آنتی بادی ها که دارن با هم واکنش میدن بشوره ببره این یکی از مهمترین کارهایی هستش که انجام بشه به غیر از نورمارسالین از هیچ سرم دیگه ای استفاده نکنید چون به شدت میتونه خطرناک باشه دوستان اما اپی نفرین رو اگر بیمار دچار شوک آنافیلاکتیک شد خب من گفتم توی شوک آنافیلاکتیک باید چه کار کنید نفرین رو به صورت زیرجلی و ازولانی حالا نیم الا یک دوز کامل تزریق بکنید و اگر بیمار وارد عرست قلبی شد باید وارد مبحث سی آر بشید و بلا فاصله بیمار رو سی کنید دوستان بود خلاصه از قوانین و نحوه ترانسفیوژن خون بنا یک پرستار حرفه‌ای و مستر پسندانه امیدوارم که از این ویدیو نهایت لذت رو برده باشید تا ویدیو بعدی خدا را نگهدارتون